زینبم، من کلب زینب، مجنونه تو قیم رفتونه تو قیم رفتونه. ما در باب قرآن بسته است، همچین میدان باز نیست. اصلا مالک زمین امامه، امام و حجت خدا مالک زمین، مالک زمین ما. من قبول ندارم از زمین میرم. اگه بنا باشه علی و عمر یه جا برن، علی و معاویه یه جا برن، امام حسین در اون وقتی که هیچ فریاد رسیده نمیتونه منو به حضرت امام حسین در ملک و جن و بشر و ذرات عالم همه امامشون امروز امام حسین. معنی بیان بودنش نیست که همه میفهمن. جای قرآن و آیات الهی در سینه یه عده است که خدای متعال علم عطا کرده. نبوت تمام نشده ها، تا فاطمه هست ادامه اون نبوته، هنوز بقیه دارد، هنوز همه طالب به بشر نرسید. نور امیر المؤمنین شکافته شد، فتق نور اخی علیم خلق منه الملائکه، همه ملائکه خلقتشون از نور امیر رضا. وقتی میرسی در خونه امام رضا نباید به امام رضا بگی امام رضا از خدا بخوا مریضمون رو شفا بده، واسطه نیست بین امام رضا و خدا، خود امام رضا مشیتی. یعنی منو بل من نجین طبو، یعنی منو بل من نجین. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما بینندگان عزیز. صفحه 517 و 518 قرآن و به وعده خود عمل میکنیم. امروز هم آیاتی رو میابیم که علمای شیعه برعکسش عمل میکنند. قرآن بر ضد علمای شیعه هست گواهیش. یک قسمت از برنامه ما همینه، از سوره حجرات و همین از همین سوره آخر از آیاتش هست. یک آیه انتخاب کردیم و به شما نشون میدیم که علمای شیعه برعکسش عمل میکنه. علاوه بر این برنامه ما دو بخش دیگه هم داره انشاءالله. یک بخش صحبتی سوال یک بیننده است که اگر به جای شیعه ها سنی ها حاکم میبودن، منظورش همین خمینی است، فرقش بود؟ از نظر این بیننده صداش پخش میکنیم، هیچ فرقی نمیکرد، هر دوی ما یعنی شیعه و سنی سر تای یک کرباس هستیم. این رو هم یک پاسخی برش میدم. و بخش سوم اگر وقت شد، سوال یک بیننده رو با توجه به اینکه ماه رمضان نزدیکه، اینکه ما چگونه بتونیم خودمون از شیطان نجات بدیم رو براتون خواهم گفت. الله هم من و هم شما رو از شر شیاطین حفظ کنه، آمین. خب بریم به بخش اول برنامه. ما آیه‌ای که انتخاب کردم آیه 13 از سوره حجرات هست که شما ببینید. این آیه شیعه با این آیه مخالفت میکنه. یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم ان الله علیم خبیر. ای کسایی که منو بردید، ما شما را از یک زن مرد آفریدیم، شما را به تیره ها و قبایل و گروه ها قرار دادیم، شما رو عرب و عجم و ترک و انگلیس و فلان و بمان، لتعارفو که همدیگر بشناسید، ان اکرمکم عند الله اتقاکم، پیش خدا گرامی ترین شما، بهترین شما، بزرگوارترین شما، پرهیزکارترین شماست. هرگی صالح تر باشه و پیش خدا عزیزتره، فرق نمی کنه که ایرانی باشه یا عرب باشه یا انگلیس باشه. ان الله علیم خبیر، خداوند دانا و آگاه است. خب ما در این آیات خیلی واضح ممنونم، الله پاک به ما میگه که شما انسان ها با هم هیچ فرقی ندارید، همه تون بیش من یکی هستید و باید که متقی ترین شما، صالح ترین شما، اون پیش من گرامی تره، یعنی عمل شما ملاکه. و خداوند پاک حتی در بین پیامبرا که اصلا به خاطر این پیامبری انتخاب شدن که اعمالشون خوب بود برگزیده هستن، بازم حتی اگر یک پیغمبری
کار خلافی کرد، الله پاک دور کرد از خودش تا توبه کرد. شاید بگه مگه هم چیزی میشه؟ بله، سوره یونس رو نگاه کنید. حضرت یونس یک نافرمانی کوچیک کرد، خداوند قوم گناهکارش توبه کردن، اونا رو مقرب کرد، حضرت یونس رو انداخت تو شکم ماهی. منظور این است که متقی ترین ما، طبعا باز حضرت یونس باز دوباره به پیامبری رسید و ما رو کاری نداریم. میخوام بگم یعنی در یک مرحله پیش خداوند گرامی ترین همینه. حالا این حتی در پیش ما دیگه، در پیش پیغمبر ما که عزیزترین فرد پیش ما، الله پاک گفته به او درود بفرستید و آیات داریم و و و، حتی همین پیغمبر ما طبق فرموده خودش در کتاب ما، ببینید چی میگه. از ابو هریره رضی الله عنه، حدیث در بخاری و مسلم است، میگه وقتی که آیه نازل شد، الله عزوجل آیه نازل کرد که انذر عشیرتک الاقربین، نزدیکان خودت رو پند چی بده؟ بیم بده، بترسان. این نزدیکاش کی بودن؟ قریشی ها بودن دیگه. صداشون کرد، گفت ای معشر قریش، ای گوری قریش، چیزی شبیه به این گفت، خودتون رو میگه بخرید با عمل صالح، از آتش منظورشه، من نمیتونم به شما کمک بکنم، فکر نکنید که ما هم قبیله هستیم من بهتون میتونم کمک کنم. عبد مناف گفت، قبیله خودشو گفت، یا بنی عبد مناف، شما میگه خودتون رو بخرید، یعنی کار نیک کنید، از آتش جهنم خود رو دور کنید، من نمیتونم شما رو کمک کنم، من نمیتونم، لا اغنی انکم من الله شیئا، من در مقابل خدا براتون کار نمیتونم بکنم. باز عموی خود صدا کرد که جای پدره، گفت ای عمو، ای عباس، پسر عبدالمطلب، من نمیتونم بهت کمک کنم، کاری برات نمیتونم بکنم پیش خدا. باز عمه خودش صدا کرد، یا صفیه، صفیه عمش بوده، ای عمه رسول خدا، من نمیتونم بهت کمک کنم. آخرش دخترش صدا کرد که خیلی دوستش داشت، یا فاطمه، یا فاطمه تو بنت محمد صلی الله علیه وسلم، سلینی ما شئتی، هر چی میخوای از من بخوا، من مالی، از مال من بخوا، مال خودم، اینقدر پیش من عزیز هستی که از مال من هر چی میخوای بهت میدم، ولکن لا اغنی انکی من الله شیئا، هیچ کمکی نمیتونم در مقابل خدا بهت بکنم. همه ما پیش خدا مسافی هستیم، نمیتونی بگی که من پدرم پیغمبر بود، خدایا یه چیزی به من ارفاق کن، نه نه. این حدیث هم در بخاری است هم در مسلمه. یعنی چی؟ یعنی حدیث قوی تر از احادیث بخاری است و قوی تر از احادیث مسلم است، چون در هر دو کتاب اومده، یعنی شکی در درست بودنش نیست. خب بگو حالا شیعه چه مشکلی مگه با این داره؟ شیعه مشکلات داره، وحشتناک مشکلات داره. شیعه یک گروهی رو بر گروه دیگه برتری داده، یک چیزی درست کرده از خودش به نام سید، که آقا اینا اولاد پیغمبر هستن. ما نمیگیم پیغمبر از این ذریه باقی نمونده از طرف حسن و حسین، ولی که باقی مونده باشه دیگه، چه از ما طلب دارن؟ طلب که ندارن که ما بهشون پول بدیم. پیغمبر ها نگفته که به اینا پول بدی. پیغمبر حتی صلی الله علیه وسلم وقتی که زنده بود به سید، چهار قبیله بودن، حالا شیعه فقط حسن و حسین میگن، آل عقیل و آل عباس و آل جعفر هم در از فامیلای پیغمبر بودن، به اونها آل علی هم دیگه میومد، از چی میداد؟ از باغ فدک، نه همه باغ فدک رو، یه چیزی بهشون میداد که زندگی بخور و نمیره داشته باشن. وقتی که وفات شد، وقتی که از پیغمبر ما از دنیا رفتند، حضرت فاطمه که گفت که به من باغ فدک بده، گفت که باغ فدک به همان نزدیک پیغمبر بهت داد بهت میدم. پیش من گفت عزیز هستی، حالا ما هم میگیم پیش ما، حضرت ابوبکر به حضرت فاطمه گفت تو پیش من از اهل بیت من عزیزتری، ولیکن من به تو همونقدر میدم که به پیغمبر برات داد. یه روزی حضرت عزیزی به این صورت بود پیش اونم اهل بیت درجه اول پیغمبر، دیگه بعدش که دیگه نبیره و نتیجه شد دیگه، همطور کمرنگ شد دیگه. حضرت حسین یه دفعه حضرت عمر که خلیفه بود گفت بریم دنبال حسین، کارش داره. رفتن گفتن که امیرالمومنین با تو کار داره. حضرت حسین اومد در راه پسر شدید، عبدالله ابن عمر، رفیق بودن، با هم جنگ هم رفتن. عبدالله گفت کجا میری؟ گفت جوان بودن دیگه.
گفت میرم پیش پدرت منو خواسته، یعنی پیش امیرالمومنین عمر. گفت نرو، من رفتم من راه ندادن، سرش خیلی شلوغه. یعنی حاجب پردار، من گفتم میرم داخل، گفت نمیتونی بری، حضرت عمر کارش، پدرت کارش زیاده. حضرت حسین با خودش فکر کرد، جوان بود که باشه دیگه، وقتی پدرش پسرش نذاشت منم نمیذاره. فردا یا جای دیگه در نماز دیدش، گفت دستش گرفت، گفت حسین چرا دیروز گفتم نیومدی؟ گفت امیرالمومنین شما دیروز پسرت به من گفت که سرت اینقدر شلوغ بود که او رو راه ندادی. حضرت عمر تا دستاش گرفت، سه دفعه ازش پرسید، گفت تو مثل اون هستی؟ تو مثل اون هستی؟ تو مثل اون هستی؟ یعنی گفت تو پیش من قیمتت خیلی بیشتر از پسر منه، منتها احترام. نگو بده یک درهم هم زیاد میدم و ندادم. آخر که اینها با هم آل عقیل و آل علی و آل جعفر اینا دعواشون شد، خصوصا حضرت عباس و عموی پیغمبر و حضرت علی دعواشون شد، حضرت عمر اصلا فدک به اینا داده بود، چون که پول زیاد شده بود، گفت برو فدک مال شما، شما اهل بیتتون زیاد شده. اینا که دعوا گرفتن اومدن پیش عمر، ازشون پس گرفت، گفت که شما که من که بهتون دادم نتونستید، پس من خودم تقسیم میکنم بینتون. مقصد همونی که پیغمبر میداد بهشون داد. خب این عقیده ماست که حضرت فاطمه هم در روز قیامت باید که با عمل خودش بره پیش خدا، نه اینکه بگه پدرم فلان بود و بهمان بود. نه، واضح بخاری مسلم میگن لا اغنی انکیش من الله شیئا، هیچ کار نمیتونم برات بکنم، مگر بخاری مسلم دروغ باشه. به هر حال این عقیده ماست. حالا گریه کنم یا بخندم؟ حالا عقیده شیعه رو ببین. ان رضا، یعنی امام رضا منظورش، ان آبایی، حضرت رضا میگه از پدراش نقل میکنه علیه السلام، یعنی از پدر و پدر و پدر تا میرسه پیغمبر، قال قال النبی صلی الله علیه و آله، حدیث شیعه دارم برات میخونم، ان فاطمه احسنت فرجها فحرم الله ذریتها على النار. میگه فاطمه رضی الله عنها خب پاک دامن بود، منش ببینید، امام رضا علیه السلام از پدرانش علیه السلام از پیغمبر صلی الله علیه و آله نقل فرموده که آن حضرت فرمود پروردگار به پاس داشته پاک دامنی فاطمه سلام الله علیها آتش جهنم را به فرزندان او حرام کرد. هنر فاطمه چی بوده؟ حضرت فاطمه شیعه پاکدامن بوده. خب میلیون ها زن مسلمان پاکدامنن، اکثرا اصل بر پاکدامنی است. چی شد که تازه خودش از جهنم حفظ کنه؟ خب درست، پاکدامنی یک دلیل میشه حفظ بشه، و تنها کافی هم نیست، باید که اطاعت شوهر بکنه و چند چیز دیگه داره تا وارد بهشت بشه. حالا ما فرض میکنیم که پاکدامنی وارد بهشت کنه، به بچه‌هاش چه؟ چی میگه؟ آتش جهنم را بر فرزندان او حرام کرد. چرا میگن؟ بلکه شما میدونید سلول های جنسی انسان ها نمیمیره. سلول جنسی مثلا از اجداد من تا حالا بوده دیگه، چون که بعد منتقل شده، همینطور منتقل میشه، اون نمیمیره دیگه. لذا اینا میگن که چطور یک ذره از، ولو که مثلا ذره بسیار ذره باشه، از آتش به آتش بره از حضرت فاطمه. دیگه عجیب چیز عقیده ها دارن دیگه. لذا گفتن همه بچه‌هاش چی است. حالا اگه با شیعه بحث کنی، این در بهار الانوار اومده، ایون اخبار رضا اومده، در کتابایشون اومده، بحث کنی نمیگه که این حدیث غلطه، چون نمیخواد بگه. من یادم میاد وقتی که با چیزا بحث کردم، با آقای کی بود، این آقای عباسی و روستایی بودن، کی بودن؟ بالاخره تو شبکه چی بودن؟ شبکه عباسی بود به نظر ما، در شبکه ولایت. وقتی در مورد این بحث کردم که آقا شما از کجا میگی که امامزاده شما بهشتی است؟ هنوز که تو را ترازوی قیامت برپا نشده که تو خمینی رو برش امامزاده ساختی، صد امامزاده دیگه، فرزند امامزاده چی فلان و بهمان اینا، مگه اول برن حساب کتاب پس بدن، باز ببرشون بهشت، باز ببرشون فردوس، باز به اینا حق شفاعت بده؟ مناظره ما این بود، فرار میکرد، هی فرار کرد، هی ازش پرسیدم آقا جان به من بگو ببینم این ترازوی روز قیامت میزان برای وزن کردن تربچه و پیازچه است یا اعمال انسان وزن میشه؟ شما این امامزادایی که دور براتونه چطوری بهشت بردی، حق شفاعت دادی؟ اونم فردوس بردی. خدایی قبل از این ترازوی خدا رو دیدی وزن شده اینا اعمالشون؟ این خود جواب نداد. اما جوابش چی اصلا؟ شما میدونید من باز یکی از این شیعه‌ای که با اینا مخالف بود، از همین عراقی‌ها،
در زیرش نوشته بود که خدا شما را ذلیل کرد در مقابل سجودی، بحث باختید، به دلیل این باختید که شما، عرضم به حضورتون که نتونستید جوابش بدید، حدیث نگفتید. شما چرا این حدیث نگفتید که هر بچه هر اولاد فاطمه بهشتی است و گناهی هم که کرده به جاش خدای که از سنی ها رو میگیره، گناه اون پسر شیعه رو در سر سنی میذاره میفرسته جهنم. اینطوری گفت. به هر حال این عقیده اینا دیگه نتونستن تو تلویزیون بگن، ولی الان در کتابشون است. والا بیام چند تا کتاب دیگه چی فکاش، فقط همینو بگی که اینا پس معلوم چی شد. خداوند پیش خداوند ان اکرمکم عند الله اتقاکم، که الان آیهش خوندیم که گرامی ترین شما پیش خدا متقی ترین شماست، اینجا میگه گرامی ترین شما فرزندان فاطمه هستن، ولو که مثل خمینی خامنه ای توش باشه که اصلا معلوم نیست که هستن یا نه، الان دیگه معلوم نمیشه. آقا میگین دو تا باید شاهد عادل باشه تا سید معلوم بشه. بابا از یک شهر میرفتن شهر دیگه، دو نفرم میمدن، اون کی میفهمید کی عادله؟ همین صفوی ها که همشون سیدن، حالا نسلشون چقدر زیاد شده، یا این علمای شیعه که از چی اومدن؟ از جبل عامل لبنان اومدن، منحرف ترین انسان ها بودن، از سنی ها فرار کرده بودن، رفته بودن در کوه های همین جبل عامل لبنان که الان هم هستن. اینا رو ما از کجا بگیم چه سید بودی؟ کی شهادت بده؟ خودشون شهادت دادن ما سیدیم. حالا اونا رو بذار، همین صفوی ها، صفی الدین اردبیلی که اصلا سنی بود، این خودش که بر مذهب سنی مرد، نسل ششم شیعه شدن. همین صفی الدین اردبیلی اصلا سید نبود، در هیچ تذکره نامه نیست که سیده، یه دفعه نسل ششم شد سید. منظور اصلا امروز سید گمه، ما نمیدونیم که سیده که سید نیست. حالا یکی میگه سید ما به این احتمال که مثلا چی هست، خب میگیم خوبه سید اولاد پیغمبر از اعمال تام صالح کن دیگه، هیچ امتیاز دیگه که نداره پیش ما، پیش اهل سنت هیچ امتیازی نداره، نه بهش پول میدیم نه هیچی، اما شیعه پول میده. کاش پول بده، لامصب گنج میده. اومده یه داستان درست کرده که زکات بر اهل بیت حرومه. خب اهل بیت به خامنه ای چه آخر؟ خب همون نسل اول داره میگه، لذا میگه باید ما با اینا خمس بدیم. باز زکات چیکار کرده؟ زکات برداشته در نو چیز گذاشته، شطور، تهران کسی شطور داره، کشمش، تهران کسی کشمش داره، گندم، که تهران کسی گندم میکاره، شیراز کسی گندم میکاره، شهر رو میگن، خورما در کجاست؟ نو چیز گذاشته، طلا و نقره، و طلا و نقره هم باید که رایج باشه. زکات اینجوری مسخره کردن، یعنی چی؟ حالا کسی که طلا و نقره تو بازار که نمیدن، یعنی قدیما طلا رو میدادن، مثلا سیب زمینی میخریدن، حالا یا نقره رو میدادن سیب زمینی میخریدن، حالا که این چیز نیست اسکناس میدن. اسکناس میگه زکات نداره ولی خمس داره. زکات 2.5%، خمس 20%. زکات میگه بر ما حرومه ولی خمس بر ما حلاله. خمس 20%، چون و همه باید بدن، تمام مغازدارا باید بدن، همه جا زیاده. معلوم است دیگه، شما در دو تا سفره بری یک نون خالی باشه میگیم بابا حروم همش اینجاست. باز جالبه، کاش بگه که ما در خمس، خوب توجه کنید اینجا میخوام بگم فرقه، میگه کاش در خمس میگفت که بقیه مسلمان های فقیراش هم شریکن، نه میگه فقط مال ماست، ما اولاد پیغمبر هستیم، امامه سیاه داریم، مال ماست. خب یعنی چی؟ دوباره به آیه بریم، آیه رو دوباره نگاه کنید، آیه چی میگه؟ داریم بس ما سر این آیه است. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، خدا میگه شما رو آفریدم از یک زن و مرد، شما رو قبایل شعوب قرار دادم، تیراها و نمیدونم ملت قرار دادم، ملت های مختلف، تا همدیگه رو بشناسید. حالا ان اکرمکم عند الله اتقاکم، گرامی ترین شما پیش خدا کی است؟ چیش است؟ متقی ترین است. میگه نه، گرامی ترین سیدای هستن که باید اونم چی گرامی، کاش گرامی باشه، باید 20% مالت بهش بدی هر سال، هر سال باید خمس بدی دیگه. شما فرض کن که این پولدارای بازار تهران که خمس بدن همشون، یعنی اولادای سیدا همه میلیاردر میشن، شدن هم دیگه. اینا که بیچاره که میره خارج با پول شما، میره دانشگاه و نمیدونم قصر میخره، آقازاده ها، اینا همه اولاد سید، اولاد پیغمبر هستن، پول شما رو میگیره، خمس میگیره، اون که یعنی 10 نفرم خمس بده بسشونه، اگه همه مملکت بده که واو ایلاست، بیل گیتس میشن اینا، ولی حالا 10 نفرم که بدن بسه که بره تو آمریکا زندگی کنه، بره تو اروپا زندگی کنه،
حلالم هست دیگه، درستش کردم. پس یا این آیه غلطه یا این روش شیعه غلطه. خب حالا بیاییم ببینیم که یه چند تا رو ببینیم که این آقا چی میگه. سوال رو پرسیدن، بیارید لطفا پرسش پاسخ. آیا حدیث تمام سادات به بهشت میروند درست است؟ این همه سادات نه حوزه. در بعضی کتاب های شیعه و سنی حدیث به این صورت نقش شیعه و سنی هم با خودش همیشه یه جا میکنه چون خیلی خوزای است. حدیث به این صورت نقش شده که پیامبر اکرم فرموده اند به خاطر پاک بودن دامن فاطمه، اما حدیثی که من برای شما خوندم، سلام الله علیها، خدا بدن ذریه او را بر آتش جهنم حرام کرده است. خب باز میگه این شبهات. حالا سوال میگه همینه سوال. خب پاسخش ببین، در بعضی از کتب شیعه و سنی، باز سنی رو با خودش یه جا کرده در این جرم، حدیث به این صورت نقش شده. اصلا سنی هیچ پولی به سید نمیده، هیچ اهمیتی برش قائل نیست به این صورت که اینا هستن. به این صورت نقش شده که پیامبر اکرم فرمودند به خاطر پاک بودن دامن فاطمه خدا بدن ذریه او را بر آتش جهنم حرام کرده است. آدرس هم داده، خداوند گوشت اولاد فاطمه علیه السلام را بر آتش جهنم حرام کرده است. خب میگه این حدیث، نمیگه حدیثا غلطه، میگه البته هر روایت های دیگه هم داریم که باید اعمالش بررسی بشه. خب یعنی متضاد است؟ نه، چون که ممنونم تا فرام بزنم ببینن که باز نگه من حرف پاک میکنم. پس هر کس هم میگه وزن ذره خیر انجام بدهد میبیند، هر کس وزن ذره های ذره ای کار بد انجام دهد آن را میبیند. امام صادق علیه السلام میفرماید هم خدا را معصیت میکنی هم مدعی محبت او هستی. به جانم قسم که این شگفتی است، اگر محبت تو راستین بود اطاعت او را میکردی. این طبیعی است که هر دوستی مطیع است. خب امام باقر فرمود دوستی ما نتوان رسید جز با عمل نیک و پرهیزکاری و دوری از گناه. اینه داره عزیز من، سر من کلا نظر آقای نویسنده، اینه داره به ماهایی که سید نیستی میگه. شما میتونید که 6-8% مردم ایران سیدن، نون توشه دیگه. نون توشه، حتی ما هم مادری سید هستیم. در حالی که من پدر بزرگم، پدر بزرگ مادریم که سید هستن، اونا اصلا از آذربایجان بودن، از باکو بودن. وقتی که اونا روسا اومدن، اونا اومدن گیلان، پدر بزرگ مادری ما. عرض به حضور شما، یعنی یک زن اونجا داشت یک زن اینجا داشت. خب سید آل ما چکارش کنیم، صفوی سید ها موندن دیگه. خب مادری هم سید هستیم. میگه حالا از پدری که قبول دارن 6-8% مردم ایران سیدن، ایران جمعیت نداشت. خب نون توشه. خب حالا بریم یک چیز دیگه. پس دیدید که این داره میگه که نمیدونم به دوستی ما نمیرسید غیر از عمل صالح. اینه داره به غیر سیدا میگه. سیدا یعنی کلک میزنه دیگه. نگفت حدیث درست نیست. حوزه نگفت حدیث درست نیست. چطور بگه درست نیست؟ خب یک سوال دیگه باز از یک گروه، یک سایت دیگه براتون آوردم. ملاک سیادت، امتیاز سادات، برتری سادات. آقا آیا سادات بر دیگری برتری دارن؟ آیا به خاطر سادات بودن همه آنها بهشتی هن؟ این میگه که آیات آورده اول که من از ای رسول ما هیچ اجری از شما نمیتربم. خب ببین همه آیه را میاره، اول اینو میاره. بله بلکه اجر مزد رسالت من پیش خداست. خب این خمس چیه که میگیری از ما به بچهات میدی؟ دو، شما از مردم اجر نمیخواهم. آیات بس چی کرده آمد شماره آیات داده، تکرار شده چون این آیات این آیه خیلی تکرار شده، از شما مردم اجر نمیطلبم مگر کسی که بخواهد به سوی پروردگارش را بیاد. یعنی میگه من فقط میخوام که شما هدایت بشید. در جای دیگه گفته که بگو از شما اجری نمیطلبم مگر رعایت و محبت کردن شما نسبت به خیشان و اقربایم را. این معنی به این صورت نیست، این معنیش به این صورت است که من از شما اجری نمیطلبم، فقط میگم که آخه من برادر شما هستم، من از قبیله شما هستم. اینجوریه چون که همه قریش با هم فامیل بودن. میگید رعایت احترام بکنید. من چرا میگید ساحر؟ شما دیدید که من سحر نمی کردم. چرا به من میگید دروغ؟ شما دیدید که من امین بودم. ما خیشاوند هستیم. تو حالا من مثلا من از خانواده بودم، من خود اومدم بیرون. خب با اونا مخالف شدم. من مذهب سنی رو انتخاب کردم. من حق دارم به برادرم بگم که ببین حق رعایت خیشاوندی رو بکن. من زناکار که نبودم در وقت شیگی خود. چرا میگید؟ مثال پیامبر به اونا میگه چرا با من میگید ساحر؟ شما که میدونید من ساحر نبودم و نیستم. ندیدید از من؟ 40 سال بین شما بودم. اصلا اینجوریه. حالا به فرض که شیعه اینجوری معنی میکنه که آقا من از شما اجری نمیخوام، اجری نمیخواد یعنی مال نمیخوام. ما اسالکم مال، حتی آیه اینجوری هم اومده، اون رو ننوشته. مال نمیخوام مگر اینکه احترام منو نگه دارید، احترام نزدیکان منو نگه دارید. با
ما که با احترامش بود که نمیگفتم ما نگه میداشتیم، محترم بودم پیش ما. تو میگی 20% مالت بهش بده، به سعادت میگه 20% مال بده. خب پس این هم دروغ دیگه علمای شیعه. شون چی کار کنم با آیه؟ حالا یه داستان هم گفته، میگه که من نمیدونم برای این داستان نمیدونم داستانش میارزه که بخونیم. بر این امر دلیل فطری نیست، دلالت دارد. کسی نقل میکند دوستی داشتم که در کودکی پدر مادرش را از دست داد، از دیه به شهر آمد و یک تاجر او را تحت حمایت و تکفل خود قرار داد تا بزرگ شد و از خانواده ای. این چی جواب سوال است؟ من نمیفهمم. خانواده ای برای او دختری را خواستگاری کرد، زندگی خوبی براش، یعنی میگه یک پسر به پسرخواندگی از دهات قبول کرد یک تاجر. از قضا تاجر مرد، ارثی به فرزندش رسیده بود، در اثر بیکفایتی او ضایع شد و فرزندش به گدایی افتاد. روز در خیابان میرفتم، آن پسر برای گدایی پیش من آمد، او را به خانه بردم. ماجرا را به خانواده گفتم. ایشان گفتند ما زندگی من را مدیون پدر او هستیم، هرچند که او خود باعث این فلاکت شده، اما به خاطر پدرش باید مورد رسیدگی قرار گیرد. فطرت هر انسان سلیم نفسی میگوید کسی که به تو کمک کرده و از گمراهی جهالت به نور هدایت کرده، او و نزدیکان و فرزندانش را ولو به خاطر او دوست بدار و احترام نما. خیلی خوب، میدونی چی میخواد بگه؟ میگه یک بچه رو آورده یک تاجری بزرگ کرده، این تاجر باز مرده، بچه فقیر شده، بزرگ شده، حالا پول پدر داده، پول پدرخوانده خود هشی داده، باز یکی تو خیابون دیده برده خونه، گفت بابا این بیچاره فقیره. خانواده گفتن این پدر اینا که تاجر بود خیلی به ما کمک کرده، ما باید به این کمک کنیم. درسته دیگه نسل پنجام میشه که نباید کمک کنی. نسل پنجام میشه که ما کمک نکرده به ما که. درسته تاجر مثلا به صحابه کمک کرده، اینا پیغمبر در اینجا تاجر پیش اینا به صحابه کمک کرده، صحابه باید با اولادش احترام کنه. خب کردن، همه ما میدونیم که عزیز بودن. دو تا داستان ما اول بهتون گفتم. خب حالا بچه های صحابه و نوه های صحابه و نبیره و نتیجه و ندیده و تا امروز چه حقی پسرهای تاجر به سر نسلهای تاجر سر اینا دارن؟ این مثال تا مثال خنده داره. خب چون جواب نداری، شاعر که به تنگ آید، شاعر چی میگه؟ قافیه چه تنگ آید، شاعر به جفنگ آید. خب شعر سوال، این هم این آیت الله ببینیم چی میگه. چرا سادات در دین مقامشان از دیگران بالاتر است؟ این دیگه قبول میکنه بالاتره، در حالی که ما میگیم که پیش خدا این اکرمکم عند الله اتقاکم، مقام کسی که متقی است پیش خدا بالاتره. این متقی رو برداشته سادات نوشته، پس خلاف آیه قرآنه. حالا ببینیم چی میگه. علت برتری سادات بر غیر سادات را میتوان در برخی زمین ها مورد بررسی قرار داد. در زمینه برتری مالی، خب برتری مالی داره، 20% مال ما رو میگیره. چرا؟ با توجه به نکات ذیل، اختصاص نیمی از سهم خمس به بنی هاشم با روح عدالت اجتماعی اسلام هیچ گونه منافاتی ندارد. چرا ندارد؟ اولا سهمی که در خمس برای سادات معین شده فقط به نیازمندای آنها اختصاص مییابد. خب ما که بقیه مسلمان ها نیازمند ندارن؟ نیازمند سادات با نیازمند غیر سادات چه فرقی داره که تو پول میده؟ مگه او بچه شکم نداره؟ بچه غیر سید همینجا نگاه دار، بچه چی؟ فقط تو شکم داری؟ تو گشنه است، سید گشنه است، او بچه هم گشنه است. تو پیغمبر گفت من اجر نمیخوام، حالا اجر بخوا. چرا فرق میذاری؟ مساوی چرا تقسیم نمیکنی؟ میگه نمیدونم به فقیرای سادات میرسه، بقیه فقیرها بیچارا کافرها هستن، خب اونا مسلمان هستن. خب باز چی میگه؟ خب نگاه کن، این یک دروغ دیگه، کلک دیگه. آن هم به اندازه نیاز یک سال آنها. نیاز یک سال چی آقا؟ نیاز یک سال من میتونم برم خارجم درس بخونم، نیاز یک سال قصرم بخرم، نیاز یک سال. اون نیاز کی تعیین میکنه؟ اصلا شما پول بین خودتون تقسیم میکنید، اصلا دستک ندارید که خمس میگیرید بین خودتون تقسیم میکنید. بنابراین تنها از کار افتادگان، بیماران، کودکان یتیم یا افراد دیگری که به علت همه یتیم سادات، بیماران سادات، کار افتادان سا، اینا چرا باید از کار بیفته وقتی پول و خمس داره؟ مشکل مادی از نظر حسنه زندگی پیدا کنه حق استفاده از آن را دارن. یعنی چی؟ از خمس، از مال خمس. ثانیاً مستمندان و نیازمندان سادات حق ندارن چیزی از زکات مصرف نمایند. این کلکه، این کلکه. ببین آقا، مثل که دو تا سفره باشه، یکی نون خشک باشه. گفتم اصلا زکات شما تو تهران و شیراز و اصفهان و تبریز و مشهد کی زکات میده؟ مشمول زکات نمیشید، چون که طلا و نقره نیست به صورت بسکوک، به صورت سکه. خرما هم که تو ولگ تو شمال ایران یه دونه خرما پیدا بشه تا شما بکاریدم تازه، اصلا زکات نیست. حالا اون نون خشک فکر کنیم هست. میگه که زکات بر ما حروم، ما میشینیم سر نمیدونم کباب بره و هرچی میخوریم. ما که خر نیستیم آقا، میشه ما شد لغت خر بکنیم؟ ما رو خر فکر میکنه. این جوابه. خب
خب این ببین سومن، اگر سهم سادات از نیازمندی سادات بیشتر بود باید به بیت المال ریخت. شما بیت المال می‌ریزید، اصلا حالا هم که حکومت اسلامی اینا هست خمس رو خود آخوندا جمع میکنن. یعنی اگر اینا خمس از این آیت الله ها بگیرن، همین دولت طوفان میشه. اینا که هر کاری میکنن اونا ساکتن، میگن خمس مال شما دیگه، چی میخوای؟ خمس یعنی گنج. 10 تا تاجر بی عقل پیدا میشه که به اونا خمس بده. کافی است 10 تا تاجر بی آیت الله از مخ خمس مالش بده، اون میلیاردر باشه. 10 تا تاجر پول دار، چون هر سال 20% مال خودش میده. والا من میگم این خدای بیچارهایی که خمس خود به این آخونده میدن، واقعا چون دل دارن باید اینا رو بهشت ببره. دادن 20% واقعا سخت، هر سال تو بدی. خب بعضی ها اینطور نیاخر کردن اینا. خب دیگه در مورد مناسب اجتماعی هم این باید میگه معصوم باید امامت برتری داره، باید که امام بشه چی بشه. ها فهمیدی چرا میگه این یک مثلا منصب الهیست؟ حالا اینو دیگه میتونن روش بچرخونن. در ممنون در پادش اخروی نمیدونم چی گفته، میگه فضیلت در نظر گرفته میشه، اما ما حدیث داریم که شما گفتی که گوشت فاطمه، گوشت نمیدونم اولاد فاطمه حرومه، اونو چیکار میکنید؟ میگه خیلی ببخشید مثال بی ادبی است کمی، میگه یک نفری در مجلس مولا نصرالدین، خیلی ببخشید، بادی ازش خارج شده بود، صدا داشت، در پاش خودش به زمین زد، گفت گوشه چیکار میکنی؟ حالا تو خیلی من عذر میخوام اینو گفتم، حالا تو اینا رو میگی اون حدیثتو چیکار میکنی که اولاد فاطمه آتش جهنم حرومه؟ بگو ضعیفه، نمیگی، دیدی که نگفتم. خیلی عذر میخوام از این مسئله که گفتم و امیدوارم که پس متوجه شدی. یک بار دیگه ببینید موضوع چی بود، نمیدونم چقدر از وقت برنامه گذشته تا فرمان من بگید. یا ایها الناس، ای ناس، ای مردم، همه رو میگه انا خلقناکم من ذکر و انثی، من شما رو از زن مرد آفریدم، الله میفرماد و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، شما رو به صورت ملت ها و قبیله ها قرار داده تا همدیگر رو بشناسید. ان اکرمکم عند الله ساداتکم، شیعه میگه ساداتکم، ولی الله چی میگه؟ ان اکرمکم عند الله اتقاکم. شیعه چی میگه؟ میگه فرزندان پیغمبر، که خودشون هم معلوم نیست که کی اونا رو فرزند پیغمبر کرده. ما این بابا از هند اومده، این آقای خمینی، من از کجا بدونم که این فرزند پیغمبره؟ این اکرمکم عند الله شیعه عملا میگه ساداتکم، یا ذریت پیامبر بگیم، فرزندان پیامبر، برای که بفهمید فارسی می نویسم از نسل فاطمه. این شیعه میگه، این شیعه میگه. و خداوند چی میگه؟ این اکرمکم عند الله اتقاکم، متقیتن. شما رو خدا کدومش به عقل نزدیکتره؟ ها این میگه این اکرمکم عند الله فرزندان فاطمه از نسل عایشه، از نسل فاطمه که نابودش میکنیم، قبول نمیکنیم. ممنون متفرم. این شد بحث اول ما. حالا بریم رو بحث دوم که اصل موضوع برنامه است. شاید به بحث سوم نرسیم، اونو دیگه برای روز شنبه میذاریم انشالله، یا ماه رمضان. بحث دوم 3 دقیقه از برنامه گذشته ها، بذارید بحث دومی ما که اصل موضوع برنامه ما هست میخوام اونو شروع کنم که کمی جواب بهش اونقدر آسونم نیست. اگر به جای شیعه ها سنی ها حاکم ایران میبودن فرق چی میبود؟ ببینید زمانی شیعه ها، حالا این منظورش در زمان خمینی داره میگه، بالاخره زمانی سنی ها حاکم ایران بودن دیگه، 900 سال سنی ها حاکم ایران بودن. ایران یک کشور مطرح در دنیا بود، ایران به این کوچیکی نبود، یعنی گاهی پایتخت ایران هرات بود، شهر هرات بود، گاهی غزنی بود، گاهی نمیدونم عرضم به حضور شما شهرهای مختلف ایران بود، و خیلی بزرگتر از این بود که الان شما میبینید. اگر هم 4-5 دولت توش بود، از لحاظ فرهنگی یکی بودن. خوارزم اگر بود، مثلا کتابی تو تبریز منتشر میشد یا تو شیراز منتشر میشد، شیراز یک حکومت داشت، تبریز یک حکومت دیگه داشت. ولی کتاب شیراز، مثلا کتاب سعدی به تا اونجا میرسید، کتاب امام جزری، همین کتاب دعای خودش نوشت، در تمام دنیای اسلام پخش شد، در که شیرازی بود، مکران بود، تا نزدیکای سن دیگه، حتی هندوستان فارسی میگفتن، حتی ترکا چی میگفتن به زبان فارسی، شاعرها همه عثمانی‌ها اگه میخواستن ادب یاد بگیرن فارسی یاد میگرفتن،
حتی شاعر بودن، به زبان فارسی شعر میگفتن. فکر کن آمدن شیعه در ایران مردم رو از مذهب شیعه متنفر کرد، به همراه اون از سنی از ایرانی ها متنفر کرد. خوارزم برای همیشه جدا شد، به اصطلاح مکران جدا شد، افغانستان جدا شد، و اون رابطه فرنگی مثلا که اگه بین بخارا و فلان اینا با ایران بود همه از بین رفت. این یک ضرر بزرگ بود که به ما زد. اما شاید شما بگید آقا جان من میخوام امروز بگم، اگر امروز سنی ها، من امیدوارم که سنی از حرفای امروز من ناراحت نشن، خودم یک سنی هستم، اما میتونم باید که آدم حق رو بگه. این منظوری اول بذاری حرف بیننده رو پخش کنم. نگو سلام آقاست نباشید، شما شکی شما و کلمه و دیگر شبکات سنی چرا میخوایید سنی شیعه رو از هم جدا کنید و بین اونا فرق بذارید؟ فرق بین اونا نیست، اسلام یعنی همینی که میبینی، شیعه سنی نداره. اگه سنی هم سر کار باشن همین، شیعه هم سر کار باشن همین، شیعه سنی نداره. متوجه شدید که نظر بیننده چیز میگه؟ شما چرا شیعه و سنی میکنید؟ اگر که سنی هم سر کار میبادن همین بدبختی بود که حالا هست. البته این یک نوع بی‌انصافی به این است که سنی ها رو باید با شیعه شما جمع نزنیم، مثل که ما رو با کره شمالی جمع بزنیم. خب در کره شمالی ما نمیتونیم عبادت کنیم، در تهران و شیراز و اصفهان و تبریز و اکثر جای ایران نمیتونیم عبادت کنیم. جمع زدن ما با اونا غلطه، اما با این وجود ما این سوال رو پاسخ میدیم. ببینید اگه انصاف بخوایم بدیم، ما خب حالا اطراف خود کشورهای سنی داریم دیگه. خب اونجا هم تقریبا حالا اگه مثل ایران با همه چنگ نمیزنه یا مثال یکم این کشورش پیشرفته شده، خب اینا از قابلیت شخصی بعضی از افراده. مثالش در امارات که مثلا یکم پیشرفت کرده، خب این قابلیت مثلا همون پادشاهش هست. اگه فردا این پادشاه بره یا پادشاه دیگه بیاد که قابلیت نداشته باشه، همون کاس هست، همون آش هست. یا مثلا در ترکیه که الان ما میبینیم، مثال قابلیت شخصی یک نفره یا یک گروهیه. ها کسی در پاکستان دیگه، الان شاید بگید پاکستان کجا پیشرفته است؟ پاکستان این کشور پیشرفته است، بمب اتم داره و با اینکه نفت نداره خیلی چیزهای دیگه هم داره و حالا بحث ما نیست. منتها مشکلات اصلی که سنی ها دارن که اگر به حکومت برسند، این اگه تو ایران به حکومت برسند، تخم دو زرده نخواهند گذاشت، این رو من با شما کاملا موافقم. و من فکر هرگز من ندیدم که من بگم که ما ادعای حکومت در ایران داریم. حالا من حداقل تو شبکه خودم که شبکه نور باشه ندیدیم، ولی اینه به شما میگم که اگر به حکومت برسه هیچ وقت تخم دو زرده نمیذاره. چون ما دیدیم، حالا شما شاید منظورت آقا مسلمان های سکولار نباشه، مسلمان های مثلا مذهبی باشه، خب ما حکومت ما اگر در سطح کشور ندیدیم، در سطح مثلا مؤسسات کوچک دیدیم. حالا که من دیگه عمرم بالای 65 سال، چیزایی دیدم که مطمئنم که اگر اون رو مثلا تو یک مؤسسه کوچک، یک شرکت کوچک، اگر این رو تضمین بدیم به تمام کشور، همون رو انجام میده. مثال برای شما بذارم، حالا شما چون داری اسلامی ها رو میگی دیگه، خب من از خوش حادثه یا از بد حادثه وقتی که هجرت کردم، چون وقتا که مثلا حالا نبود که تمام کشورهای دنیا دود تبلیغ میکرد که برید افغانستان جهاد است علیه شوروی، مجاهدین دیگه ریگان هم باش مینشست، عرضم به حضور شما که دولت عربستان هم کمک میکرد، دنیا دیگه بهش کمک میکرد دیگه، 210 کشور کوشش میکردن که روس پیش نیاد شوروی. خب ما از بعد حادثه، از خوش حادثه اونجا رفتیم. اونجا عرب‌هایی هم اومده بودن که خودشون رو مسلمان‌ترین مردم می‌دیدن، یا حداقل ما اینجور فکر می‌کردیم. در غذا خوردن ما هم کار داشتن، در راه رفتن ما هم که آقا این باید مطابق سنت باشه، این کار باید مطابق، ما که تازه رفته بودیم نمی‌دونستیم خیلی چیزا رو. خب همینا رو که من باز زندگی اینا رو نگاه کردم، دیدم که اگر اینا به حکومت برسن کشور به هم می‌ریزن. چرا؟ برای اینکه به همین عرب‌ها که به اصطلاح خودشون رو برترین مردم دنیا می‌دونستان، برترین مسلمان ها میدونستن و سعی میکردن و ظاهران چی کنن. اگه مثلا یکشون سفرم میرفت، مثلا مجبور بود ریش چی کنه، ریش خود با پارچه میگرفت که یعنی ای بس که من بدون ریش هستم. این چیزها رو ما ازشون دیدیم. تا ریشش در نمیومد مثل که مرض برست داشته باشه یا مرضی داشته باشه، یعنی تا این حد ظواهر رعایت میشد. اما همینا میدیدی که مثال وقتی بیت المال به دستشون رسید، به طور کامل بی‌انصاف بودن.
یعنی فرض کن اگر یک مهندس افغانی باشون می بود، یک مهندس عرب بود، حقوق اون 10 برابر 20 برابر این میدادن، چون پول دست خودشون بود. همین کافیه که تو بفهمی که اگه این کشور بگیره باز بگه صدر رحمت به خامنه ای. متوجه هستی؟ لذا ما اینطوری دیدیم در خیلی جاها. این هم که الان ما نگاه میکنیم، مثلا ما میبینیم که حالا چرا اینجا اینجوری شد و چرا نشد، من نمیدونم بحث چطور جمع کنم. یک عیب دیگه هم که داشتن اختلاف، همش با هم دعوا داشتن. اگه به حکومت هم برسن اختلاف دارن دیگه. دارم یک گروه رو میگم. حالا بریم از اونا به چیز افغان ها. افغان هم دیگه بالاخره اول اساسنامه و مرامنامه اینا رو میخوندیم، میگفتی اینا دیگه میخواست حکومت پیغمبر بیارن. حکومت افغانستان به دستشون رسید، عوضی که با هم متحد بشن. عرضم به حضور شما که با هم جنگیدن، با غیر متحد شدن. اینا اگر حالا حکومت گرفتن دیگه، اینا دیگه از اینا بهتر که نمیتونستیم بیاریم. جهاد هم کرده بودن اینا. من یادم میاد که یک دوستی داشتم که رئیس فرهنگی وزیر فرهنگ همین مجاهدین بود در یکی از این حزبا، حالا مرده نمیخوام اسمش بگم. این به اصطلاح مدارس حزب در دست این بود، مدارسی که بچهای کوچیک میرفتن درس میخوندن، اما خودش میدونست این در مدرسه به درد نمیخوره، بچهای خودش رو تو مدارس دولتی همون کشوری که بود فرستاد بود تو پاکستان، غیر دولتی معذرت میخوام، مدارس خصوصی فرستاد بود. گفتم یعنی تو میدونی مدارس به درد نمیخوره؟ خب این یعنی درست خون دیگه. پس اگر به کار بیاد، وقتی که شما میبینی که حالا و بس فامیلای خود سر کار گذاشتن، هر جا میدیدی که فامیلای خودشون هست و در پولم تقوا نداشتن، حالا آدم بگه دیگه، در پولم تقوا نداشتن و عرضم به حضور شما که این مشکلی هست که بین مسلمان ها هست. حالا چرا این مشکل هست؟ اگر برسه به ایرانم حکومت سنی های ما هم بگیره، خودم یک سنی هستم، خودم اگرم تو اونا باشم همین بلا رو من سر ایران میارم. که حالا چرا این کار رو میکنی؟ من براتون میگم که در پول ممکنه ما پول بخوریم، یک تقوای شخصی داشته باشی داشته باشی، و اون تقوا میگم نمیشه، چون پیغمبر ما گفت نمیشه تا اون شرط ما برقرار نکنیم. خدا کنه بتونم موضوع رو جمع کنم امروز. یکی که اختلاف هم میکنیم با هم دیگه، دعوا میکنیم، بس بیا آخر بیا رو با قلا بار کن. اما اول خود من، اشکال در چیز دیگه است، ولی این ربطی به اسلام نداره. مثال دیگه براتون بزنم، همین طالب ها که حکومت گرفتن دلخواه گروه اسلامی هستن دیگه، خودشون که بهترین مردم میدونن. همینا هم یادم میاد که وقتی که حکومتشون در حال سقوط بود دیگه، بالاخره گفتم عمری از ما گذشته، چیزی تجربه داریم، دیدیم دیگه، اخبار میخوندیم، تو سیاست چیزی میدونستیم. همین رهبر اینا شب و روز با بی بی سی باش مناظره چی میکرد، بی بی سی برنامه خود 24 ساعته کرده بود، شب و روز با این مصاحبه میکرد، با همین رهبر طالبا که ملا عمر باشه صحبت میکرد، مصاحبه میکرد، حالا 10 دفعه 12 دفعه کرد، تمام مردم متوجه بی بی سی شدن، خودشون هم اخبار دنیا رو از بی بی سی میگرفتن. یعنی من دیدم خودشون خبرهای مربوط به جنگ خودشون رو از بی بی سی میگرفتن بزرگاشون. خب چرا؟ برای اینکه خودشون آزادی بیان نمیدادن. یعنی اگر الان در این کشور آزادی بیان می بود در افغانستان زمان طالبو، یکی میسم من بلند میشد بهش میگه آقا چون تو داری با بی بی سی مصاحبه میکنی، فردا بی بی سی زمان تو قیچی میکنه. وقت حساس همون کارم کرد، یک دفعه شروع کرد بگه آقا شهرها سقوط کرد، اینا هی داد میزدن که شهرها سقوط نکرده، بی بی سی سقوطش داد و سقوط هم کرد، مردم دیگه گوششون به اون بود. اگر این آزادی بیان داده بود این مشکل برش پیش نمی اومد به این درجه. اصلا آزادی بیان داده بودی که بهش میگه آقا تو چیکار داری میکنی، برای چی با همه دنیا جنگ میکنی؟ من یادم میاد که در همین دوله طالبای ما در اونجا که کتاب فروشی داشتیم، روزنامه‌ای بود به نام سحر، به پشتو، به زبان پشتو، نصفش فارسی نصفش پشتو، دو صفحه هیچ اصلا ارزش نداشت. طالبا اون رو ممنوع کرده بود، میگه چرا ممنوع کرده؟ میگه شاید میگه در آینده علی ما بنویسه، حالا بیا درستش کن. اون اینجوریه که اصل مشکل اول مسلمان‌ها تو همه جا، تو ایران ما هم، تو سنی‌های ما هم، این است که آزادی بیان ما قبول نداریم. خداوند سوره شورا رو گذاشته در قرآن و امرهم شورا بینهم، امرهم، تمام امور ما باید با شورا باشه. کدام ما شورا داریم؟ نداریم. آزادی بیان باید باشه تا شورا باشه؟ نداریم. تا
تمام این احزاب که شکست خوردن فقط به خاطر این است که آزادی بیان نداشتن. و همه آزادی بیان باعث میشه که شما سوء استفاده مالی کنی. مردم میگن که آقا خلفای راشدین نمیدونم خیلی خوب اداره کردن و فلان کردن. خلفای راشدین رو هم مردم با آزادی بیان چی میکردن؟ کنترل میکردن. بارها شد اومدن باش همین حضرت عمر جلوی حضرت ابوبکر ایستاد. حتی جلوی پیغمبر گفت که چرا ما صلح میکنیم. وقتی میخواست با مرتدین بجنگه به حضرت ابوبکر گفت که چه کاری اونا لا اله الا الله میگن. یعنی آزاد بودن تو بحث کردن. مخالفت میکردن. سعد ابن عباده اصلا بیعت نکرد با ابوبکر عمر. نمیکنم بیعت گفت. من شما رو قبول ندارم. فکر کنید. این آزادی بیان تا آخر دوره خلفای راشدین تا زمان آخر زمان حضرت علی بود. حتی بعد از حضرت علی در زمان حضرت حسن بود، در زمان امیر معاویه هم بود، در زمان یزید هم بود. بعد از اون دیگه اسلام شروع کرد به دیکتاتوری مطلق. در زمان یزید به این صورت بود که بالاخره بود دیگه. حالا بهشون توضیح میدم. خب حالا بریم سر مسئله پیغمبر ما. خوب نگاه کنید، آزادی بیان باز به چی میرسه؟ پیغمبر ما گفت فتنه مرد مسلمان اگر با یک زن نامحرم، مسلمان ها اونم زنم مسلمان، نامحرم مثلا یک جای خلوت بشینن، دو نفر مثلا توی اتاق بشینن بدون هیچ مشکلی، هیچ نیت سابق به کار بعد، همینطور نشستن اتفاقی بهش اومده، پیغمبر فرمود سومی اینا شیطانه. یعنی شیطان اینا رو گول میزنه. باز همه پیغمبر ما فرمود که فتنه امت من در ماله. خب مال یعنی از زن بیشتر فتنه است برای آدم، پس باید این مال باش خلوت نکنی. یعنی چی؟ یعنی باید بیت المال تحت کنترل یک نفر نباشه. خمینی و خامنه‌ای که حالا میزنن میخوردن در کنترلشونه. مشکل خامنه‌ای همین آزادی بیان نبودنه. اگه آزادی بیان بده کشورش درست‌تر اداره میشه و آزادی بیان مطابق قرآنه. اصلا شورا میگه مؤمنین رو میگه که یک صفت مؤمن نست نماز بخونه. آقا تو همه کار بکن نماز نخون. میشه چیزی؟ همه کار بکن نماز نخون. این میشه؟ همه کار رو انجام بده روزه نگیر. نمیشه که همه کار رو انجام بده و شورا نداشته باش. والا که روز 100 رکعت هم نماز بخونی فایده نداره. باید که در کارا مسلمان ها بین خود شورا داشته باشن. خب پس ما تا اینجا حالا فهمیدیم. حالا نکات دیگری هم خدمتتون عرض میکنم. پس در زمان آزادی بیان داشتن، حتی مثلا حضرت عمر یک بار لباس پوشید که دو تا چی داشت، به صورت لباس دراز بود، قدش هم دراز بود، گفت که نمیدونم چیزی، گفت یکی بلند شد گفت دیگه از اطاعت نمیکنیم. ما میتونیم اینو به خامنه‌ای بگیم، ما میتونیم اینو به یک رهبر سنی بگیم، حتی به یک رئیس مدرسه اهل سنت میتونیم بگیم. نمیتونیم که. بلند شد توی مسجد به امیرالمومنین که اشاره مبشر است، گفت آقا من از تو هیچ اطاعت نمیکنم، نمیشنوم نه اطاعت میکنم. چی شده؟ گفت تو لباست این مال تقسیم کردی غنیمت ها. حالا که وقتی است که حضرت عمر در اوج ایران گرفته، روم گرفته، گفت آقا من نمیخوام بگم تقوای حضرت عمر، میخوام بگم آزادی بیان. آزادی بیان گفت که آقا تقوا که به جاش بوده که این آزادی رو قبول کرده. گفت که من اینو به پسرم، سهم خودش به من داد، شاهد آورد پسرشو، درز لباس شاهد آورد که آقا این پسرم سهم خودشو به من داد. حالا در بیت المال باز میتونست قصر بسازه. کسی میتونه حالا به آقای خامنه ای بگه یا به دیگران بگه یا به حتی به همین مثلا رهبران مجاهدین افغان یا حتی به طالبان. کسی نمیتونست بگه. میخوام بگم یعنی تو کشور اسلامی عموما دیگه، ما حالا اینا رو مثال زدیم برای اینکه دیوار اینا رو کوتاه‌تر دیدیم. میتونی به رهبرش دیوار اینا رو کوتاه‌تر دیدیم، یعنی همش سر تا یک کار باشه. آیا میگم مگر کسی که به لیاقت شخصی کشور خودشو پیش میبره؟ لیاقت شخصی بعضی کشور پیش بردن، اطراف خود میبینیم، برای اینکه تملق نشه اسمش هم نمیگه. آیا کسی میتونست به اینا اینو بگه؟ نمیتونست. خب پس این یک بخش جواب شما که ما در صورتی که این صفت نداشته باشیم آقا ما سنی هم بگیره ایران بهتر از شیعه میکنه، ولی این گناه اسلام نیست. گناه اسلام نیست. اگر اسلام گفته بود که همه چی دست رهبر باشه حرفت درسته، گفته باشه ولایت فقیه باشه درسته، اگر گفته باشه شورا نباشه، آزادی بیان نباشه، حرفت درسته. ولیکن قرآن حتی به تو میگه که بیا سوال دستورای من زیر سوال ببر. حالا که کسی عمل نمیکنه ما چیکارش کنیم؟ قرآن چی میگه؟ و این کنتم فی ریب مما نزلنا، مثل این 10 تا آیه اومده، مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسوره من مثل. میگه اگه شما قبول ندارید که این آیات قرآن بهترینه،
شما ببینیم چی داری، قانون تو بیا به ما نشون بده. یعنی چی؟ یعنی بیا بحث کنیم. چون حالا ما مطمئنیم قوانین ما بهتره، میدونیم که نتیجه بحث به نفع ماست، چون که اگه بگیم قوانین ما بهتر نیست، خب اصلا یعنی دین نیست دیگه، چون قراره از طرف خدا هر چیز بهترین باشه. پس ولی تحمل میکنه. اما آقای عزیز که این سوال کردی، من حالا اجازه بده من یک این سوال یه دفعه دیگه پخش کنم و باز یک نکته کوچیک رو خدمت شما بگم. همین سوال دوباره پخش میکنم که شما گفتی، تا به شما بگم که درست است که ایران چی بگیره هم درست نمیشه، اما آیا اجازه بده این سوال مهمه، میخوام از شما بپرسم. اول این بشنویم. خیلی زمنه از سلام حسن نباشید. شما شبکه شما و کلمه و دیگر شبکات سنی چرا میخوایی سنی شیعه رو از هم جدا کنید و بین اونا فرق بذارید؟ فرق بین اونا نیست، اسلام یعنی همینی که میبینی، شیعه سنی نداره. اگه سنی هم سر کار باشن همینه، شیعه هم سر کار باشن همینه. ببینید کوشش کنید وقتی برای ما پیام میفرستید صدای جانبی نیاد که راحت بتونیم پخش کنید. خب حالا ما یک چیز دیگه به شما میگیم و آخرم نتیجه میگیریم. دو تا الان میخوام حرف مونده که برای این گفتم که یادم نره. آقا ما نمیگیم که حالا سنی هم نگیره شیعه هم گرفته، حالا بیام سیکولار رو بگیرم، بی دینا بگیرم، فکر میکنه بهتر میشه؟ قسم به خدا اگه بهتر بشه، همین سنی ها یه چیزی بالاخره از خدا میترسن، چیزی شخصی دیگه، رحم دارن. و میبینیم تو اطراف ما کشورا رو بالاخره یک رحمی داره. عرض به حضور شما که حالا اگر کس بی دینا بگیره به نظر تو بهتر میشه؟ مگر نگرفتن؟ تمام کشور اسلامی اکثرش دست بی دینا بود و هست، کجا رو رسوندن؟ اگه پول نفتی مثلا ایران داشت زمان شاه، دیکتاتوری بود دیگه. آقا رستاخیز درست کرده بود یا نه؟ قانون اساسی خودش زیر پا گذاشته، قانونی که مردم پدرای ما تو مشروطه به دست آوردن به صورت علنی زیر پا گذاشته. من نمیگه دو حزبی نباشه یک حزبی باشه، تو رو خدا این حزب یعنی به خودش به یک فرعون تبدیل کرده بود. درسته که حالا اینا کارهایی کردن که رو سفید کردن. اون طرف تر بعد شما چیز ببین، الان خوب میگم، میگه ملی‌گرای بیان دیگه. شما بله اگه ملی‌گراتر از این آقای رئیس جمهور تاجیکستان اسمش چیه؟ رحمانوف بود دیگه، رحمانوف. اگه از ایشون باشی ملی‌گراتر بالا باشی، مهرگان هم جشن میگیره، نوروز هم جشن میگیره، فرنگیس و نمیدونم رستم و سهراب و همه چی در شهرش هست. خب کشورش چیه؟ آیا این پیشرفت برده این رو؟ حالا بگم چرا اینا پیشرفت نمیشه؟ که مسلمانش بیاد پیشرفت نمیشه، کمونیست هم بیاد پیشرفت نمیشه، همه چی بیاد پیشرفت نمیشه. اما اینا سکولار، اینا به اصطلاح وطن پرست، بالاخره اونم یه قسمتی از ایران بزرگ دیگه. نوروز هم داره، مهرگان هم داره، نمیدونم رنگارنگ هم از زنا حجاب هم ممنوعه، مسجد هم حتی دوربین گذاشته، ولی کشورش یک صدام حال چین گرفته، قرضدار چین هست. همونطور که ایران داره قرضدار چین میشه، اونم به کمر شکسته زیر چین. اون روز رئیس جمهورش نامه نوشت که دوست بزرگ ما باید به ما مهلت بده، ما پول نداریم. یک صدام کشورش بهش بخشیده که آقا اون ادعا داشته اینم داده دیگه، زور نداره. حالا باز میگه 40% بدخشان و کویرم به من بدم چینیا. آقا بدخشان چه ربطی به چین داره؟ بدخشان اصل فارس هست، تاریخ نگاه کنید. پس اونم که فکر این بدبختیه، این نیست، میشه مقایسه کرد. اما در مقایسه شما نگاه کنید، آیا همین پول نفتی مثلا عربستان که حالا یک کشور دیکتاتوری هم هست دیگه، بالاخره پادشاهیه و آزادی شورا که نداره، خب مقایسه کنید همون رو با ایرانیا. نمیگم حالا با امارات مقایسه کنید، اما چون که امارات کشور کوچیکه، با ایران بالاخره اون پول نفت 4 تا 4 چی هر خونه‌ش که خادم داره، یک نوکر داره، یک 4 درهم و 4 ریالش رو به مردم خودش میده، این چی کار کرده؟ پس در مقایسه اینا بهترن. پس سکولار هم بیاد به رحم شخصی برمیگرده. اما حالا چرا اینجوریه؟ اصل قضیه این هست که آقا خیلی ببخشید، مشکل از خود ما مردمه. ما مردم چه در تاجیکستان، چه در ایران، چه در افغانستان، چه در هر کشور دیگه که حالا من مثال زدم، خودشون باعث بدبختی خودشونن، خودشون خودشون رو گول میزنن. من براتون گفتم چون من زندگی عقلانی خود رو بعد از هجرت شروع کردم دیگه، حتی تو ایران هم بعض چیزا دیدم که کسایی دیدی که آقا بعد از اینکه خمینی اومد، خمینی عوض شد یک لحظه، خیلی عوض شدم، گفت آقا ما دو دفعه نمیتونیم انقلاب کنیم، حالا ما دیگه شد دیگه، در دستگاه خمینی بالا رفتن. اینا که دورورش هستن خیلی قبولش ندارن الان، دیدی که همه فرار میکنن، با پول فرار میکنن. گفتن حالا دیگه اونا ما رو گول زد، ما اونا رو گول میزنیم.
ولی نمیگه باید بچهای من آینده چی میشه. من یادم میاد در وقت هجرت که اومده بودیم اختلاف شدید بود بین احزاب اسلامی که افغانستان در هجرت خیلی با هم بد بودن. باز اینا دیگه سعی میکردن که به اصطلاح گسترش پیدا کنن. یک دوستی داشتیم یادش بخیر، حالا اسمش من عوض میگم که باز ناراحت نشه که اگه بشنوه، هرچند سالها گذشته 37 38 ساله، نور آقا بگیم اسمش رو یه کمی عوض کردم. این آقا اومد گفت به من که ما حزب چیه؟ مهندسم بود. میگه که حزب اسلامی، تو حزب اسلامی بود. میگه جمعیت اسلامی که رقیب بودن با هم، آخرام چقدر جنگیدن. میگه که جمعیت اسلامی بخش زنان درست کرده، سازمان زنان جمعیت اسلامی. میگه ما هم 3-4 تا از زنای خانواده خود فرستادیم اونجا. یعنی میگه همینجا رو نگه میداریم همونجا رو. یعنی میگه که دو تا قطار بگیری و دو تا قطار میره. خب تو پاره میشی، تو بدبخت میشی. ملت این است که نمیخواد هزینه کنه. باید بالاخره ما هزینه کنیم و در مقابل زور بیستیم و چیزی که اسلام به ما گفته ما اون رو انجام بدیم. یعنی ما مطلوب از هر کس بیاد که بلو که همون شیخ الحدیث سنیان بیاد، بالاترین مقام بیاد، ما ازش میگیم که آقا تو نماز من چکار کنم، حرفات من چکار کنم. میگه که من حق انتقاد باید به من بدی که من از تو انتقاد کنم. اگه بگی فتنه است و فلان است، اینو ما میگیم که حکومت درست نیست. چرا که عرض کردم به شما یک دستور اسلام این است که باید شورا باشه، باید آزادی شورا، یعنی آزادی بیان، آزادی بیان باشه. تو که آزادی بیان قبول نداریم، قرآن هم کمرت بزنه، همون نماز هم روزت، چون قرآنی میخونی ولی توش دستورش انجام نمیدی. لذا اصل بدبختی از ما خود ایرانی هست. هر حکومت عوض بشه، حالا شیعه هم بره، شما منتظر نباشید که بهتر میاد. اگه بی دینا بیاد که وای به حالتون. اگه سنی هم بیاد هم همینجور داستان خواهد بود، حالا کمی مثلا شاید بهتر باشه. لذا من فقط اینو میگم، در صورتی ممکن است که ما خودمون تغییر کنیم، هزینه‌ش رو بپردازیم دیگه. حالا من خمینی سرم کلا گذاشت، من پدرش در آوردم. خمینی سر من کلا گذاشت دیگه، گرم من که کفن پوشیده بودم، لا مصب آورده بودم. وقتی سر من کلا گذاشت من نگفتم که من میتونستم، به خدا قسم میتونستم 22 سالگی مدیر مدرسه شده بودم، حالا تعریف از من میشه، ولی میتونستم مثل اینا خودو بزنم دیگه، کم بالاتر برم دیگه. ولی دیدم که مسئله آخرت است، نکردم الحمدلله. لذا همه ما باید یکم هزینه کنیم. بدون هزینه نمیشه که ما بگیم آقا برای ما آمریکا بیاد دموکراسی بیاره. این چنین چیزی ممکن نیست. من با عجله صحبت کردم، خدا کنه چیزی رو نگذاشته باشم، ولی هنوزم من حرف مثال یک نکته فقط میگم، باز وقت دارم تا فرمان چند دقیقه وقت دارم، یک نکته خدمتتون میگم که سیکولارای ما هم چی ندارن. یکی از زنهایی که مثل اولین نخست وزیر در کشورها اسلامی شده خانم بی‌نظیر بوته بوده، ایشون با انتخابات سر کار اومده، یک حزب هم داره، حزب مردم. البته این نکته هم بگم، اگر بخواد حکومت سنی سر کار بیاد، شیعه حداقل کار نداره برخلاف شیعه. الان تو عراق که شیعه هستن، مردم میگه آقا اسم ما عمر ابوبکر، گناه ما نیست، پدر ما گذاشته، اسم ما رو عوض کن. همین گروه ها میکشن. در ایران هم که میبینی چه خبره دیگه، چقدر علمای ما رو کشتن در همون اوایل انقلاب و بعد انقلاب. مثلا زیایی حتی از خمینی خدا رحمتش کنه تعریف میکرد، ولی کشتنش به خاطر اینکه داشت به اصطلاح مردم رو به سوی همون دین سنتی می آورد. سنی ها نمیخواستن. شیعه ها اگر که سنی ها حکومت بگیرن شیعه ها رو میذارن. من خودم در پایتخت طالبا دیدم که نماز جماعت شیعه ها و اذان شیعه رو دیگه، طالبا سخت سخت‌ترین هستن دیگه. حالا هم در حکومت افغانستان بالاخره سنی ها هستن، کشور بر اساس اهل سنت درست شده، معاون رئیس جمهور شیعه است یا نه. در پاکستان که اصلا اکثریت مطلق سنی هستن، خیلی از فرماندهان ارتش، رئیس جمهور، نخست وزیر شیعه، شیعه یعنی شیعه به اصطلاح معتقد. خانم بی‌نظیر بوته یکی از همیناست که به اصطلاح سنی ها بهش رأی دادن و این انتخابات برد. یعنی فرق حداقل اینقدر قبول کنید که سنی ها تعصبشون کمتر، و ایشون انتخاباتی که برد، به زیارت مشهد هم رفت با شوهرش، شوهرش هم باز رئیس جمهور شد، آی زرداری. ولی همین خانم که مرد، ترور شد، وصیت نامش که باز کردن، این که همش میگفت دموکراسی دموکراسی بهترین انتقام از جمله مشهورشه، دموکراسی بهترین انتقام است، یعنی حرفی که سجودی الان داره میزنه، یعنی میخوایم از کسی انتقام بگیریم میگیم دموکراسی میخوایم، منظورش حکومت نظامی قبلی بود. همین که وصیت نامش باز کردن گفته بچه من، بچه 15 ساله 16 ساله من، نه بچه کوچیک من رهبر حزب باشه تا وقتی که 18 ساله شد پدرم شوهرم رئیس حزب باشه، این دموکراسی تو رو خدا. مشکل ملت هم قبول کرد. پس مشکل از خود ملته.
رفیقای همین بی‌نظیر بوتو و پدر بی‌نظیر بوتو نگفتن که آقا ما بس چی کاره ایم که تو بچه 10 ساله رو مگه پادشاهیه؟ پس مشکل از ما ملته، به اسلام ربطی نداره. وقتم تمومه، الله حافظ و نگهدار همیشون. من کلب زینم، مجنونه رقیم رفتونه رقیم ما در باب قرآن بسته است، همچین میدان باز نیست. اصلا مالک زمین امامه، امام و حجت خدا مالک زمینه، مالک زمین ما. من قبول ندارم از این میرم. اگه بنا باشه علی و عمر یه جا برن، علی و معاویه یه جا برن، امام حسین در اون وقتی که هیچ فریاد رسیده میتونه منو تو حکم بکنه، امام حسین در اون ملک و جن و بشر و ذرات عالم همه امامشون امروز امام حسین. معنی بیان بودنش نیست که همه میفهمند. جای قرآن و آیات الهی در سینه یه عده‌ای است که خدای متعال به علم عطا کرده. نبوت تمام نشده ها، تا فاطمه هست ادامه اون نبوته، هنوز بقیه دارد، هنوز همه طالب به بشر نرسید. نور امیر المؤمنین شکافته شد، فتق نور اخی علیم خلق منه الملائکه، همه ملائکه خلقتشون از نور امیر. رضا وقتی میرسی در خونه امام رضا نباید به امام رضا بگی امام رضا از خدا بخوا مریضمون رو شفا بده، واسطه نیست بین امام رضا و خدا، خود امام رضا مشیت. یعنی منو بل من جن طبو، یعنی منو بل من جن طبو.